داده بیشتری تست میزنی، بیشتر کتاب میخونی، حرف استاداتو گوش میدی، چی کار میکنی؟ به بچه ها بگو چی کار کردی. یه جورایی درست‌تر میخونم، یعنی درستایی مثلا که خب شیوه هایی که درست‌تر دنبال میکنم، مثلا اونجوری که شما گفتین درس ها رو خوندم، مثلا ادبیات رو به همون شکل فلش کارت درست میکنم برای همه درس ها، حتی برای سوالای مهم دینی و اجتماعی هم فلش کارت درست میکنم، جبلاک خلاصه نویسی. دقیقا اون تکنیکی که شما گفتین رو پیش بردم، یعنی دیگه وقتی که تکنیکی و مفید و پربازده درس بخونی لازم نیست بشی 14 ساعت در روز درس بخونی، چون که در واقع تو داری با بهترین بازده این کار رو انجام میدی. دقیقا من نفس کنم همین اتفاق افتاد، چون که یعنی بهتر جواب میگرفتم، حتی چون تانه این مدرسشون تکنیکای شما رو که پیش میبردن حتی برای جنبندی اینو واقعا اون شکلی شد. باریکلا آسو. بعد آسو تو کلاس اینو چه کلاس هایی هستی؟ فیزیک و شیمی و ریاضی و استعداد تحلیلی. خب از این چهار تا هم دیگه فوق‌العاده استفاده کردی دیگه قطعا. بله دیگه تک تک کلاس هایی که بودم، بعدش هم معمولا مپس هایی که دقیق تر بودم، مثلا حرکت شناسی تو فیزیک و فیلماشو تو سو بار نگاه میکردم، یعنی جزو اینا تاونه مدرسه که ضعیف تر بودم فیلم رو دوست با نگاه میکردم، انقدر حل میکردم تا مثلا دیگه برسه به اون جایی که یه سطح مطلوبی باشه که بشه مثلا آزمون داد. خب بچه دارن تو چت میپرسن ساعت مطالعات چقدر میانگی؟ آقا ساعت مطالعه الان بگم باور نمی کنن، ولی میانگین در روز بین 4.5 تا 5 ساعت و نیم، حد اکثر 6 ساعت. روزه تعطیل چقدر آسو؟ روزه تعطیل دیگه میرسه به 8. ببینی بچه چقدرم تایم مطالعهش واقعا نرمال و دقیقا مینیموم چیزیه که من همین الان گفتم دیگه. خب دیگه سوال وایسه بنام چی میپرسن ازت؟ سوال نداریم بچه ها از آسو؟ خب بعد آسو یه چیز دیگه هم به بچه ها میگی، این که سر آزمون حالا تست تو خیلی جزو بچه‌هایی هستی که همیشه کارنامه‌تو می‌فرستی تعداد غلطات خیلی نرماله، یعنی همیشه هیچ وقت قرمز نمی‌کنه قلمچی برات، چون بچه‌هایی که از یه تعدادی از 20 تا به بالا غلط می‌زنن قرمز میشه تعداد غلطاشون، یعنی داره بهشون هشدار میده که زیاد دارید غلط می‌زنید. خب این زیاد غلط زدن هم باعث میشه که درست‌ها رو از بین ببره دیگه. آسو تو جزو بچه‌هایی هستی که همیشه تعداد غلطات خیلی نرماله، اینم بهشون بگو که سر آزمون اونایی که نمیدونی و چجوری میتونی ازشون بگذری و غلط نزنی. خب طبیعتا هر آزمونی که مثلا آزمونایی مثل پیسوشان و اینا، مثلا از 10 تا سوال ریاضی طبیعتا 2 تا یا 1 رو میده که اصلا آدم نزن، یعنی به شکلی که اصلا از شکل سوال مشخصه که این حل نمیشه، مگر دیگه یکی از یه شخص مثلا یه عجوبه یه مغز ریاضی بیاد مثلا اونو حل کنه که واقعا هم ارزش نداره، اگر هم تو حلش کنه زمان زیادی ارزش میبره. بنابراین ببینید شما وقتی که 20 تا سوال ریاضی قلمچی میذاره جلوتون، سوالی که راحت حل میکنی نماد علمیه با اون سوال هندسی عجیب غریبی که 6 تا مثلث تو همین یه همون یه درصد به شما میده، خب چه فرقی میکنه؟ چرا من برم بجنگم با اون هندسی عجیب و غریب؟ خب یا همون نماد علمیه رو میزنن اینجا که وقتمون طرف کنیم به زور بگیم مثلا من باید سوال فلان رو حل کنم چون میخوام اینو حل کنم، خوبی نمیشه. من میبینمش، میگم مثلا من هندسه کار نکردم، هندسه اصلا کلا مبحث سختیه، یکم ضعیفترم، بیام برم بعد قلمچی بودجه بندی داره دیگه، مثلا میگه ریاضی فصل 3 و 4، خوبی میگم فصل 3 ضعیفتر کار کردم یا اصلا خیلی کار کردم ضعیفترم، یا اول سوالی که فصل 4 رو جواب میدم این باید چیزم اعتماد به نفس بگیرم، بعد میرم آسونا و متوسط چه سختی هستم که اصلا جا میدم. باریکلا، یعنی در واقع آسو همون تستایی که دام داره رو تو رد میشی. الان خیلی قشنگ گفتی، گفتی که توی آزمون واقعا اینجوری ها، چه حال آزمون اصلیتون چه آزمون آزمایشی برای طراح هیچ فرق نداره، تو سوال آسونه رو بزنی یا سوال سخته رو درست بزنی. خب اما کسی که گیر میکنه روی اون سوال سخته اون آسونه هم از دست میده. تعداد تست روزانه تو آسو میپرسن چقدر تست میزنی؟ تعداد تست روزانه متغیره، ولی خب حالا اینا میپرسن تو یه چیزی بگو. من
داره، ولی خب من بیشتر خودم دانش آموز میدونم خودمو که با متن خوندن بیشتر پیشرفت کردم. یعنی همین که ریز ریز خودم نکته ها رو در می آورم چندین بار میخوندم، ولی خب تستم کار کردم بیشتر به اختصاصی تقریبا روزی میانگین بین 100 تا 150 تا تست.